یک نمونهش رو در کلیپ ارسالی ببینیم از وضعیت آب مردم در خوزستان 32 سال بعد از انقلاب ضد سلطنتی و با 1000 میلیارد تومان درآمد نفت. ساکنان 52 روستای بخش شاور شهرستان شوش هنوز از نداشتن آب شرب بهداشتی رنج میبرند. روستای دهیمه یکی از همان روستاهایی است که ساکنانش آب آشامیدنی خود را از برکه ها و یا زهکش های کشاورزی تأمین می کنند. دختر خانم، شما همیشه لباسات توی این آب می شورید؟ بله، از این آب همیشه لباسم می شورید. خب از کدوم آب برای خوردن استفاده می کنید؟ از این آب. در حالی که 1/3 آبهای سطحی کشور در خوزستان جاری است، اما نکته قابل تأمل، هنوز 250 روستای بالای 20 خانوار این استان فاقد آب آشامیدنی سالم هستند. هم شما هر روز از این آب مصرف میکنید؟ بله. 52 روستای بخش شاور هم با جمعیتی حدود 20,000 نفر در حالی که نزدیک رودخانه‌های دز و شاور قرار گرفته‌اند، وضعیت حادی از نظر آب شرب دارند و ساکنان این مناطق هنوز آب شرب غیر بهداشتی مصرف می‌کنند. آب کثیف، هممون مریض شدیم. هممون مریضی. زمستان و تابستان از همین آب می‌خوریم. کلی بچه‌هامون مریض شدن. نوزادی که به دنیا میاد از این آب می‌خوره. بخشدار شاور میگوید این بخش 118 روستا دارد که نیمی از آنها آب شرب سالم ندارند. ساکنان این روستا حتی مجبور بودند از برکه‌ای که احشام درون اون قرار داشتند آب آشامیدنی خودشون رو تأمین کنند. ساکنان این مناطق چاره‌ای جز استفاده از این آب ندارند و این مسئله به بروز برخی بیماری‌ها در آنها دامن زده است. پروژه درست کردن اینجا، ولی تا حالا کسی نیومد اینجا. 10 سال هم 15 سال هم طول می‌کشه اینجا پروژه. به نظر می‌رسد سال‌هاست اجرای طرح‌های آبرسانی به این مناطق به طول انجام می‌دهد.